بنابراین در هر حالی وظیفه خودتون بدونید که من باید شاد بشم. اون وقت برای این شاد شدن خط شادی رو بگیرید. خط شادی سه تا خطه. یکی خط زیبایی رو بگیرید. مراقب زیبایی باشین. زشتی غصه تولید میکنه. زیبایی هست که شادی تولید میکنه. سعی بکنید که خونتون، ظاهرش، لباس آدم، راه رفتنش، حرف زدنش، تمام اینا رو زیبایی رو رعایت کنه خلاصه. حتی نشستنش آدم باید طوری باشه که کج و کوله و نه راه بره، باید زیبا باشه خلاصه. بپرسین از آدم‌ها که آیا من درست راه میرم؟ مرحوم پدر میگفتن مثل آهو راه میرم. وقتی راه میره هیمنه آدم، وقتی راه میره باید معلوم شه آدمیزاد داره راه میره. شکوه آدم بودن و اون شرافت انسانی که ما آدمیم بر روی زمین، این رو بدون غرور، غرور نباید داشته باشیم، ولی شکوه آدمیزاد بودن رو آدم باید حفظ بکنه. شکوه حوا بودن و اون ناز و هر شود که عظمت حوا رو و جمال حوا رو هر زنی باید حفظ بکنه. بنابراین خط زیبایی رو فراموش نکنید. برای شادی حتما شاد میشه. هرچی بیشتر با زیبایی تماس داشته باشین. نخوانم یار را شادی، مولانا میگه که برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او. ما میگیم شادی، ولی این شادی برتر از شادی هایی است که ما فکر میکنیم. خنده و گریه عشاق شاید جای دیگر است. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او. مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان، مسلمانی ز سر گیری که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. زیبایی آدم با ایمان می کنه. زیبایی ایمان انسان رو تقویت می کنه. چشم شدن به زیبایی که می افته. قدیم سجده می کردن زیبایی رو به عنوان تجلی خداوند. دوم خط دانایی رو بگیرین. برای خودتون برنامه ریزی کنین. بگیم من می خوام چیزی بفهمم تو این عالم. اون وقت با دانایان روزگار انس بگیرین. کتاب‌های خوب تهیه بکنین. هم از فرهنگ خودمون، هم از فرهنگ غرب. اینا رو جدا نکنید از هم دیگه. فرهنگ انسانی، آدمیزاد بر روی کره زمین از خودش چیزهایی به یادگار گذاشته که متعلق به همه ماست. حالا مثلا دوستان ما در ترکیه میگفتن که مولانا ترک بود. گفتم ترک بود؟ بله ترک بود. مال شما. میخواین چیکار بکنیم؟ ما میخوام بخونیم اینا رو. سعدی و حافظ هم مال شما. حالا اونم شیرازی بودن، همش مال شما. مگه ما شمس تبریزی رو سرمون میذاریم؟ شیخ محمود شبستری واقعا من نمیدونم الان در چه شرایطی است، ولی زیارتگاه باید باشه دائما. یه همچین مرد بزرگواری در 50 صفحه، اگر بخوایم یه کتابی با سمپوزیوم مقایسه کنیم که بالاتر از سمپوزیوم باشه، کتاب شیخ محمود شبستری که اونم 50 صفحه است. اون 50 صفحه رو بخون. ما همین عزیزمون که ما رو شرمنده کردن و از دانشجویان اون کلمات محبت آمیز رو گفتن، اونا رو من البته به خودم نمیگیرم، اونا رو من میفرستم برای شیخ محمود شبستری که اونه که حرف خوب زده، ما وام گرفتیم. شیخ محمود شبستری چه مرد شریف و بزرگواری بوده، چه عظمتی داره، باید سر ارادت به آستان او بسپرن. بنابراین بریم در حضور این بزرگان دانایی یاد بگیریم و از این دانایی هم باز به چی میرسیم؟ به شادی میرسیم. و بعدم به خوبی سعی بکنیم کار خوب بکنیم. آدم نباید در فکر این باشه که از کجا پول در بیارم. مگه روزی شما دست شماست؟ شما فکر کنید که من چه کار خوب بکنم. هر کسی باید فکر بکنه من چه کار خوبی بکنم. من گاهی واقعا دلم به درد میاد از اینکه میبینم یک کشاورزی که مدت‌ها تو این باغ زحمت کشیده، رفته آمده، سرما، تابستان، کود داده، آب داده، اینا این کمترین بهره رو باید ببره و یه آدم‌هایی که هیچ نقشی در تولید این سیب ندارن، اونها باید بهره و برکات بیشتری ببرن. اونها خودشون شرمنده نیستن که من که یه دونه سیب تولید نکردم، تو چطور جرأت می‌کنی سیب بخوری اصلا؟ من چطور سیب از گلوی آدم پایین پای میره؟ تو گمان کردی یا گمان کردی که تو نان می‌خوری؟ زهر ما رو کاهش جان می‌خوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان ده برکند. تو فکر میکنی که میتونی بدون تولید سیب، تو باید یه سیبی تولید کنی، یه عده یه مسلمانی بگه منم الحمدلله یه چیزی این تولید کردم من خوردم. تا
منم بتونم یه سیب بخورم. من وقتی که شب سفره نان و پن میکنن، غذایی میارن، از برکتی برخوردار میشن، باید شرمنده باشم اگر که منم هیچ کاری نکردم تو این عالم، همینطوری فقط خوردم خوابیدم، از برکات دیگران استفاده کردم. بنابراین خوب باید باشه آدم. خوبی اصلش اینه که آدم مشارکت بکنه در این نعمتی که در این عالم خودش برخوردار شده، یه مقدارم ایجاد بکنه. انشالله که همه ما این توفیق رو پیدا کنیم که به شادی برسیم. من ختم میکنم به یه غزلی که بارها خوندم و با ردیف بلی که نشانه امیده. البته چندین غزل داره مولانا بر ردیف بلی. یکیش این که هست امروز آنچه میباید. بلی، هرچی دلتون بخواد از فرهنگ داریم، ذوق داریم، زیبایی داریم. هست امروز آنچه میباید. بلی، هست نقل و باده بی حد. بلی، از همون نوع گرونش. دفتر عشقش چو برخواند خرد، پرشکر گردد دل کاغذ. بلی، باز گردد عاقبت این در. بلی، این در شادی برای ما باز میشه. رخ نماید یار سیمین بر. بلی، این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زانمه احمر. بلی، آن تن سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزن سیم و زر. بلی، من خموش کردم ولی کن در دلم، تا ابد روید نیه شکر. بلی، انشاءالله که ما به شادی برسیم و به شادی برسونیم. یعنی بهترین راه رسیدن به شادی این است که ما ایجاد بکنیم شادی رو در عالم و وجودمون منبع خیر و برکت بشه. و سلام.